عرض سلام و ادب خدمت همه دوستان حاضر در اتاق. خوشحالیم که امروز دوست عزیز آقای ایمان گنجی مهمان ما هستند. ایشون نیازی به معرفی ندارند و حتما بسیاری از شما با کارهای ایشون به عنوان نویسنده، مترجم و روزنامه‌نگار آشنا هستید. رفیق گنجی در ایران همراه با رفقاش در کلکتیوهای مختلف چندین کتاب مهم از متفکرین مهم مثل اسپینوزا، مارکس، بنیامین، باتای، بلانشو، دلوز، نگری، گوتاری و غیره رو ترجمه کردند. تمرکز پژوهش‌های آکادمیک ایشون بر امکان تولید و بازتولید روابط اجتماعی بدیل غیر سرمایه دارانه، شیوه‌های تولید زمان مکان جدید و شکل‌گیری غیر هویتی بدنهای جمعی در انقلابها و قیامها از دهه 60 میلادی به این طرف بوده. تز دکترا ایشون هم در همین رابطه است، از دانشگاه برلن درباره جنبش‌های اشغال، جنبش‌هایی که فرم اشغال رو به خودشون گرفتن، یعنی شکل ساخته شدن بدن جمعی و سوژه جمعی انقلابی و تمایزش با چیزی که ما از انقلاب ها و جنبش های قرن بیستمی میفهمیدیم. و صحبت امروز ایشون هم در رابطه با همین موضوع. من اگر رفیقمون ایمان آماده هستند تقاضا میکنم که صحبتشون رو شروع کنم. اگرم اشتباهی در معرفیشون کردم حتما ذکر کنم. ممنون که این دعوت ما رو پذیرفتین ایمان عزیز. امیدوارم این اولین بار آخرین بار نباشه، باز هم شما رو داشته باشیم. با تشکر از طرف همه رفقای اتاق از شما که دعوتمون رو پذیرفتین. بفرمایید. دارین. خیلی ممنون، منم خیلی ممنونم که من دعوت کردین. سلام به شما، سلام به همه رفقا و خیلی ممنون از معرفیتون. من اگه پس اجازه بدید دیگه مستقیم میرم سراغ بحث، و هر موقعی هم که دیدید که دیگه خیلی داره طول میکشه لطفا بهم تذکر بدید. عنوان بحث من گذاشتم سیاست هویت یا اقتصاد سیاسی درباره قطعه‌وارگی نیروی کار توی سرمایه‌داری ایران، و این مسئله ای که حالا هرچی بیشتر و بیشتر بعد از قیام ژینا یا انقلاب ژینا، هر جور که میخوایم اسمش رو بذاریم، مطرح شده. به هر حال قیام ژینا محل تقاطع یه سری سرکوبای تاریخی تو جغرافیای ایران مدرن بود، سرکوب جنسیتی، سرکوب ملیتی و خب طبعا سرکوب طبقاتی. ولی یه چیزی توی بین نیروهای چپ خیلی به بحث، شاید حتی به هراس یا پارانویا دامن زد، و اون مسئله سیاست هویت بود. حالا هویت چه زن یا به طور کلی جندر، چه هویت به مثابه ملیت و اتنیسیتی. ولی خب به نظر میاد که همین قیام انقلاب باعث شد که بالاخره فرصتی واسه چپ رادیکال ایران به طور کلی پیش بیاد، تا توی نظریه های انقلابش، تو نظریه های مربوط به ترکیب بندی طبقاتیش، بتونه بازنگری بکنه و ببینه که سوژه جمعی تغییر ایران معاصر، سوژه انقلابیش، در واقع از دل چه جور ترکیب بندی طبقاتی، با چه شکلهایی از سازماندهی، با چه نوع رابطه‌ای با جنبش کارگری به اون معنای کلاسیک کارگر صنعتی میتونه شکل بگیره، و خب چه رابطه‌ای حالا اون سوژه جمعی انقلاب با شکل‌های مختلف تشکل و حزب میتونه داشته باشه. توی این بحث ها، حالا بحث جنسیت به هر حال به خاطر اینکه قیام ژینا، درسته که ژینا هم زن بود هم کرد بود، این تقاطع وجود داشت، بحث جنسیت من فکر میکنم مقبول تر افتاد. اونجایی بحث حتی شاید حالت خشنتری به خودش گرفت که بعد ملیتی مطرح میشد. بخشی از چپ ها به هر حال بنا به همون سنت چپ، انگشت به سمت چیزی گرفتن که به باور خودشون سیاست هویت بود، یعنی در بهترین حالت در واقع به نظرشون مقدمه ای بر ناسیونالیسم یا نشونه ای از ناسیونالیسم تو بین ملیت های گوناگون ایرانی بود، و هراس از اون چه که به قول اونا برهم خوردن همبستگی، حالا تجزیه ایران، به راه افتادن جنگ داخلی، از این چیزا بهش میگفتن.
ولی خب در نهایت هم زن و جندر به عنوان هویت در واقع همچین حالتی داشت دوباره، یعنی این بحث پیش می اومد، اینکه انقلاب فیمینیستی خونده شده بود یا قیام فیمینیستی خونده شده بود، این باعث یه سری واکنشایی می شد. این سوالا رو مطرح می شد که آیا میشه قیام فیمینیستی رو با قیام طبقه کارگر پیوند زد، آیا تو مبارزه با سرمایه فرق داره بگیم زن مرد. مسئله اصلی ارائه منم همینه، این سوال، اینکه آیا اصلا این هراس توجیهی داره، از کجا اومده، و فرض من اینه که تا یک بخش خیلی مهمی ناظر به ندیده گرفتن اقتصاد سیاسی این هراس و در واقع شاید بروز نشدن نظریه های ما در مورد ترکیب بندی طبقاتی و اینها. حالا نه اینکه من الان اومدم بروز کنم و درس بدم، منم اینجا بیشتر این ارائه‌ام حالت طرح مسئله داره و حالا امیدوارم باز با هم بیشتر بحث بکنیم. ولی قبل از اینکه برم سراغ بحث اصلی، یه توضیح کوتاهی در مورد مسئله سیاست هویت و ناسیونالیسم و اینا بدم که به ویژه تو این ماهای اخیرم بحثش خیلی زیاد شده بود، حالا تو بستر در واقع مسئله ملی. من خودم کاملا مخالف اینم که خیلی از این بحثایی که مطرح می شده به عنوان قومگرایی بخشی از چپ نقد کردن. از اون طرف دیگه خیلی هم موافق اون تضادی نبودم که بین ناسیونالیسم فرادست و فرودست در واقع برای یه جور توجیه ناسیونالیسم برقرار می شد توی بستر ایران. به نظرم کشوندن مسئله جنبش‌های رهایی بخش ملی ضد استعماری به بستر ایران بعد خصوصیت ها، ویژگی ها، تکینگی های بستر رو هم در نظر بگیره، این جغرافیا رو، و بعد بر اساس در نظر گرفتن اون، بر اساس در نظر گرفتن تاریخ مبارزه رهایی بخش و کردستان، بلوچستان و خوزستان، اون وقت بیاد یک نظریه مشخصی از انقلاب رو پیش بکشه. و من تا حالا ندیدم تلاشا همچین کاری، یعنی منسجمی، حتما یه عالم تلاشای خوب شده، به صورت منسجم همچین اتفاقی در مورد ناسیونالیست فرادست فرودست نیفتاده بود. در واقع یا همون فرمول بندی کلی و یا منطقه از جنبش رهایی بخش ملی رو سعی کرد کپی پیست کنن روی بستر جغرافیای ایران بدون اینکه تغییر پیدا بکنه، یا اینکه اساساً توی بخشی مارکسیسم و چپ رو به طور کلی کنار گذاشتم. حالا نه اینکه کسی حق نداره مارکسیست نباشه یا چپ نباشه، ولی خب به هر حال من به عنوان مارکسیست و چپ دارم بحث میکنم و فکر میکنم اون بحثا خیلی قانع کننده یا روشنگر نبود، و برای همینه که تو ادامه این ارائه میخوام نشون بدم که شاید در واقع مسئله تا یه بخش زیادی به اقتصاد سیاسی میتونه برگرده، میتونه تو سنت سیاست رای بخش مارکسیستی و چپ که خب همیشه دست کم توی رتوریک سعی کرده هم یه رای بخشی ملی و حق تعیین سرنوشت و رای بخشی جنسیتی باشه، بشه توی اون صورت بندی کرده، با اینکه نفع خیلی زیادی هم به سنت چپ از این منظر وارده. از طرف دیگه نمیشه این مسئله هم فقط با اقتصادگرایی حل کرد. حالا شاید ارائه من به این بخش اقتصادیش، به اینکه در مورد اقتصاد سیاسی حرف میزنیم نه اقتصاد، ولی خب به هر حال به این بخش اقتصادیش بیشتر محدود میمونه، اما حق تعیین سرنوشت چه تو مقیاس میکروش چه تو مقیاس ماکروش، چه حق کنترل بر بدن و پوشش باشه، چه خواست خودآینی ملی باشه، اینا رو فقط نمیشه با اقتصاد فهمید و نمیشه با پیشرفت اقتصادی و توسعه اقتصادی و این چیزا حلش کرد. واسه همین بعد اضافه کنم که توی حاشیه اون بحث ناسیونالیسم فرادست و فرودست یه بحث کاملا درست بود، اون این سوال که در این لحظه توی ایران، توی گذشته معاصرش، توی آینده نزدیکش در واقع کدوم ناسیونالیسم خطر جدی و ویرانگری برای ایران بوده، هست، خواهد بود، اون ناسیونالیسم فارس محور ایران شهری یا این اون چیزی که حالا توی نقدا خطر ناسیونالیسم کردی یا عرب و اینا دونسته میشه. خب به نظر من ناسیونالیسم فارس محور ایران شهری، و حالا اگه اینو ببریم توی بحثای جهانی تر و اینها،
یا توی غرب یا مثلا تو جایی مثل آمریکا، وقتی که فعالای سیاه یا فیمینیستای رادیکال یا کویرای رادیکال رو به خاطر سیاست هویت نقد میکردن، جواب اونا هم این بود بیشتر، یه نکته ای که پیش میکشیدن که اینکه آیا اون سیاست هویت غالب ما الان چیه؟ سیاست هویت غالب مگر بر هویت مرد سفید دگر جنسگرا و سوار نیست؟ همون سیاست هویت غالبی که به طرد و سرکوب و کشتار انجام میده. حالا با ذکر این نکته ها برگردم به ایران. ما توی ایران خیلی ها توی مرکز نمیدونن که ما جمعیت عرب داریم توی ایران، و اینکه عرب ها خب نزدیک به 2% جمعیت ایران هم. هنوز که هنوز این مسئله کرد تجزیه طلب، کرد تروریست، اینا هنوز داره مطرح میشه. بلوچ ها وضع خیلی، یعنی طبعا وضع بهتری ندارن، بخششون اصلا شناسنامه ندارن، اونا رو بازداشت میکنن میفرستن به اردوگاه واسه دیپورت شدن. همین هفته پیش این اتفاق یه بار دیگه افتاد. کول برای کردستان و سوخت برای بلوچستان کارگرن، اما جنبش کارگر ایران سنتا تاریخن کی تونست اونا رو سازماندهی کنه یا در واقع داخل خودش ادغام بکنه؟ به نظر من چپ ایران اگه نتونه به این مسئله ها پاسخ بده توی لحظه انقلابی، تو اون لحظه بحرانی، باز دچار مشکل میشه. واسه اینم من حالا یه مثالی از تجربه شخصیم بزنم. وقتی که انقلاب سوریه اتفاق افتاد، که حالا بعدش شد جنگ داخلی سوریه، که خب جنگ داخلی سوریه هم شاید لفظ درستی نباشه، بیشتر از 60 کشور توی این ائتلاف و اون ائتلاف توی سوریه به هر حال شرکت کردن تو اون جنگ، ولی وقتی اون اتفاق افتاد یه بخش عظیمی به هر حال از سوریه مهاجرت کردن. ما موقع برلین زندگی میکردم و یک اختلافی اساسی وجود داشت بین کردهای سوریه و انقلابیهای چپ سوریه، و ما حتی به هر حال چون رفقای ما از هر دو گروه بودن، ما جلسه برگزار میکردیم و اینا. و خب سوریا میدونید توی کردا توی سوریه حدود فکر کنم 120 هزار نفرشون شناسنامه نداشتن، و اونا مثلا حرفشون این بود که ما چرا توی جنبش چپ یا توی جنبش کارگری سوریه ادغام نشدیم. چپ های سوریه میگفتن شما چرا با اسد مقابله نکردین، شما چرا از ما حمایت نکردین. به هر حال توی اون لحظه های بحران یا لحظه انقلاب، اون موقعی که اتفاقا خب برای کردام توی سوریه از سنت چپ میان طبعا، چرا اینا نتونستن با هم دیگه متحد بشن، این اختلاف ها ایجاد شد؟ من فکر میکنم بخشیش به خاطر همین توانایی، یعنی عدم توانایی ما پاسخ دادن به این مسئله ها. حالا من برگردم به بحث اصلی خودم بعد از اینا. من میرم سراغ تاریخ مبارزه طبقه کارگری، وسطش اشاره هایی به ایران میکنم، سعی میکنم آخرش هم دوباره برگردم به ایران و بحث رو از اونجا شروع میکنم که توی این قضیه تاریخ طبقه کارگری چه نقدایی وارد شد به این ایده، اینکه تضاد اصلی تضاد کار مزدی سرمایه است و به نفع اون باید بقیه چیزها رو کنار گذاشت. توی اینم من خب اغلب از اون سنتی استفاده میکنم که ما بهش میگیم جریان کامیونایزینگ، که و از اونا شروع میکنم، از اون مشاهدات که اونا تو کارخونه هایی که کار میکردن مستند کردن. حالا اگه خیلی سریع بخوام این سنت کامیونایزینگ، حالا سنت کمونی کردن، در فارسیش ترجمهش دقیق نمیدونم چجوری میتونیم بذاریم، ولی همین بذاریم کمونی کردن، حالا بخوام خیلی سریع توضیح بدم، همون کمونیسم برآمده از اون دل پست اتونومیستای ایتالیاست، یا همون چیزی که میگن بهش کمونیسم مثلا پست نگریایی و اینا، که اصل قضیه براشون در واقع الغای ارزشه به طور کلی. یعنی مسئلهشون رهاسازی کار نیست، بلکه رهاسازی از کاره، کار به عنوان اون چیزی که ارزش افزایی میکنه واسه سرمایه. خب حالا مشاهدات اینا بعد از جنبش های اشغال و همزمان با اون توی کارخونه ها چی بود؟
حرفی که می زدن این بود که توی مبارزای کارگری تو کارخونه ها هم ما دیگه نمیتونیم به ظهور دوباره یه هویت طبقه کارگری یک پارچه کننده و متحد کننده راه ببریم. حالا من یه نقل قولی میخونم از اند نوت، یه کالکتیوی توی بریتانیا که به همین جریان تعلق داره، از مشاهداتشون اونا می نویسن، این نقل قول از اوناست: در کارخانه های مشخصی در کره جنوبی، فرانسه، ایالات متحده و غیره، کارگران به محیط کارشان مسلط شدند، اما نه برای اینکه آن را خودگردانی کنند، بلکه برای اینکه مزایای پایان خدمت بهتری دریافت کنند. همزمان بسیاری از مبارزه ها بیرون محیط کار رخ دادند: دانشجویان، بیکاران، اقلیت های نژادی سازی شده، و مبارزان آنها هیچ علاقه ای برای وارد شدن به محیط های کار نداشتند. کارگران در آنچه زمانی دژهای استحکام طبقه کارگر بود، یعنی در صنعت و ساخت و ساز و معدن و ابزارآلات و ماشین ها، دیگر نمی توانستند مبارزه های خودشان را به عنوان محملی برای نیازهای طبقه به مثابه یک پل پیش نهند. مبارزه ها بر سر باز تولید داشتند، جای مبارزه ها بر سر تولید را می گرفتند. حتی اگر تاریخا مبارزه بر سر تولید از مبارزه بر سر باز تولید قدرت بیشتری علیه سرمایه داشته. خب ما وقتی به مبارزه و جنبش های اخیر توی سطح جهانی و توی سطح ایران نگاه کنیم، به جنبش های اشغال، دی 96، آبان 98، قیام تشنگان 1401 و بالاخره ژینا، این هویت طبقه کارگری نبود که مبارزه رو داشت پشت سر هم تشدید میکرد. در واقع اون چیزی که بیشتر داشتیم میدیدیم مبارزهایی بود با شرکت گسترده جمعیت مازاد، یا اونایی که فکر میکردن در حال رانده شدن به سمت جمعیت مازاد هستن و فکر میکردن تزلزل بیشتری پیدا میکنن و هویت های غیر کارگری، یعنی هویت های مبتنی بر جنسیت و نژاد، اتفاقا توشون خیلی برجسته بود. اون تصوری که در ابتدای قرن بیستم و در اوج مبارزه های طبقه کارگری در اون دوره 1905 تا پایان جنبش ها توی آلمان و سرکوب مثلا لوکزامبورگ و اینا رخ داد و تصوری که داشت و وجود داشت این بود که به هر حال شیوه تولید سرمایه دارانه مبتنی بر کار صنعتی مزدی توسعه پیدا میکنه، آدمای بیشتری و بیشتری رو داخل خودش میکشه، طبقه کارگر صنعتی افزایش پیدا میکنه و بعد با گسترش طبقه کارگری صنعتی بیشتر ورود بیشتر انواع آدم ها به اون، باز یعنی با صنعتی سازی یا همون اینداستریالیزیشن و به تبع اون با پرولتر سازی، اون وقت آنتاگونیسم هایی مثل جنسیت و نژاد و اینا اهمیتشون رو از دست میدن. اما در عوض دیدیم که طبقه کارگر صنعتی تقریبا از دهه 60 و 70 همه جا داره رو به کاهش میره، اول در غرب و بعد، یعنی حالا شمال جهانی، بعد در جنوب جهانی. اون چیزی که بهش میگیم صنعتی زدایی یا دی اینداستریالیزیشن و خب متناسب با اونم پرولتر زدایی. به همین خاطره که در واقع جنبش کارگری که اون موقع خودشو میتونست حول فیگور هژمونیک کارگر نیمه ماهر سازماندهی بکنه، دیگه نمیتونه این انسجام رو به طبقه بده، یعنی طبقه نیروهای تولیدی و باز تولیدی سرمایه، نه اونا و نه در واقع هیچ سوژه دیگه ای. در عوض ما با گستره از کارهای غیر رسمی، تزلزل کاری همون پرکریتی و افزایش شدید کارگرای بخش خدمات در سرتاسر دنیا طرف بودیم. آیا در ایران هم صنعتی زدایی و پرولتر زدایی در این اواخر، یعنی در این تاریخ معاصر ما، در این 20 سال رخ داده؟ حالا در مورد صنعت نفت به طور خاص من بعدا تو ادامه ارائه بهش میرسم اگه وقت اجازه بده. اینجا میخوام به طور کلی بخشی از یه مقاله درخشان از حمید مافی رو بخونم به اسم سیمای نیروی کار در ایران و مسئله سازماندهی، که چیزایی که مافی مینویسه اینجا بر اساس آمارا دقیقا نشون میده چطور پرولترزدایی رخ داده و بخش خدمات و بخش بی ثبات و متزلزل کاری افزایش پیدا کرده. اینا رو من از مقاله مافی میخونم اینجا. آخرین گزارش مرکز آمار ایران جمعیت شاغلان را در زمستان 1402
24 میلیون نفر برآورد کرد، در حالی که جمعیت در سن اشتغال 64 میلیون گزارش شد. یعنی تنها 37% از جمعیت در سن اشتغال شاغل بود و 62.5 درصد دیگر یا بیکار بود یا غیر فعال. 56% جمعیت 23.7 میلیون نفری شاغلان در ایران اشتغال غیررسمی دارند، یعنی بدون قرارداد، بدون برخورداری از بیمه و مرخصی سالانه، اغلب با دستمزد کمتر در کارگاه‌های خارج از شمول قانون کار، کارگاه‌های خانوادگی و یا خیشفرما. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سالنامه آماری 1401 جمعیت شاغلان غیررسمی را 13.3 میلیون در برابر 10.4 میلیون شاغلان رسمی گزارش کرد. 8.9 میلیون نفر از جمعیت شاغل در بخش غیررسمی کار کرد و حتی 4.4 میلیون نفر از شاغلان بخش رسمی اشتغال غیررسمی داشتند. افزایش جمعیت شاغلان غیررسمی در سالهای اخیر با کوچک شدن اشتغال صنعتی و کشاورزی همراه بوده. بخش کشاورزی بالاترین نسبت اشتغال غیررسمی رو دارد. 2.63 میلیون نفر از 3.5 میلیون نفر شاغل این بخش شغل غیررسمی دارند، یعنی 75%. این نسبت در بخش صنعت 64% و در بخش خدمات که بیشترین میزان اشتغال رو تو ایران داره 45%. خب حالا این صنعتی زدایی و پرولتر زدایی در واقع توی خود مارکس توی جلد اول سرمایه هم پیش بینی شده بود. مارکس توی جلد اول می نویسه که جمعیت کارگر هم انباشت سرمایه را تولید می کند و هم ابزارهایی را که با آنها خود جمعیت کارگر به طور نسبی زاید می شوند و این همیشه رو به افزایش است. خب این تضادی که مارکس داره اینجا میگه، این تضاد منطقی سرمایه داری مبتنی بر همون تضاد ارزش استفاده و ارزش مبادله است، چون خب به هر حال قرار جمعیت کارگر بر اساس زمان اجتماع ضروری برای تولید نیروی کارش بر اساس ارزش مبادله بفروشه و ارزش مبادله هم که خب بر اساس همین زمان اجتماع ضروری ابسترکت و اینا محاسبه میشه، قرار بین برابرها اتفاق بیفته، اما در نهایت این برابرها با هر چه زاید شدن نیروی کار صنعتی و با کاهش تقاضا واسه نیروی کار صنعتی تو جریان انباشت سرمایه توسعه سرمایه داری به دلیلهای مختلفی نابرابر میشن. این تضاد باعث میشه که جمعیت مازاد ایجاد بشه. جمعیت مازاد هم متکثر، پر از شکاف درونی از نظر جنسیت و نژاد. به عبارت دیگه اون تضادی که مارکس میگه و آنتاگونیسم های مختلفی تو جامعه راه میبره، آنتاگونیسم طبقاتی، نژادی، جنسیتی، جاهای دینی مذهبی و غیره. اینکه تو اصلا شهروند یه جایی باشی، شهروند یه جایی نباشی، مهاجری، اوراق شناسایی داری و این چیزا. خلاصه اینه که مهم اینجا اینه که ما یه تمایز قائل بشیم بین تضاد سرمایه داری و آنتاگونیسم های اجتماعی سرمایه داری. یعنی ما یه تضاد پایه داریم، یه سری آنتاگونیسم های متکثری داریم که از دل این تضاد که همون تضاد ارزش استفاده ارزش مبادله است بیرون میزنه. اون وقتی که آنتاگونیسم طبقاتی تنها آنتاگونیسم نیست، با اینکه جنبش کارگری همیشه به این آنتاگونیسم برتری داده و خب گفتیم چرا، چون تصور میشد که اون آنتاگونیسم های دیگه ای مثل نژاد، جنسیت، دین اینا پیشا سرمایه‌دارانن با توسعه نیروهای سرمایه‌داری از بین میرن و محو میشن. به عبارت دیگه این ایده که تضاد اصلی نه تضاد ارزش استفاده ارزش مبادله، که تضاد کار مزدی و سرمایه است، به نظر نمیرسه دیگه کار کنه و در عوض تضاد کار سرمایه باید آنتاگونیسم کار سرمایه بفهمه. به هر حال اینکه این آنتاگونیسم بنا به اون پیش بینی قرار بود محو بشن، این اتفاق نیفتاد. اون مفهوم شمول سوری و شمول واقعی رو اینجا داریم، اینکه فراینده غیر سرمایه دارانه یا پیش از سرمایه دارانه میتونن به شکل سوری در سرمایه ادغام بشن یا اینکه حتی مدرنیزه بشن و به عنوان بخشی از نسبت اجتماعی سرمایه دارانه مطرح بشن. حالا خب این نسبت اجتماعی، اساساً نسبت اجتماعی سرمایه داره خیلی مفهوم مهمیه، چون که خود مارکس توی دوباره جلد اول سرمایه میگه که سرمایه پیش از هر چیز یک نسبت اجتماعی که به واسطه چیزها میانجیگری میشه
و به همین خاطره که میگیم مدرنیته با سرمایهداری و ظهور سرمایهداری هم با پدر سالاری و نجات پرستی گره خورد. نکته دوم اینه که تاکید بر هویت کارگری و آنتاگونیسم طبقاتی باعث شد که فقط بر مبارزهای بخشی از کارگران، یعنی کارگر مرد سفید شهروند تاکید بشه. حالا بر اساس این حرفایی که من میزنم بریم سه تا پیشفرض رو که از دل مبارزهای طبقه کارگری قرن بیستمی بیرون اومدن و به نظر میرسه دیگه معتبر نیستن رو با هم مرور کنیم. این پیشفرض اول اینه که کار مزدی شیوه اصلی بقا تو جامعه کاپیتالیستیه و پرولتراب همه به تدریج داخل اون ادغام میشه. پیشفرض دوم اینه که همه کسایی که کار مزدی میکنن به این سمت میل میکنن که ادغام بشن تو فرآیندهای کار صنعتی یا فرآیندهای کار مشمول شده زیر سرمایه و به این ترتیب همشون همگون میشن و اون کالکتیو ورکر کارگر جمعی از دلشون ساخته میشه که خب میتونن انسجام بدن به طبقه و در نهایت سوژه انقلاب بشن. پیشفرض سوم اینه که آگاهی طبقاتی تنها آگاهی حقیقی یا واقعی در مورد موقعیت پرولترا توی جامعه های کاپیتالیست و اون آگاهی های دیگه ای که بر اساس اون آنتاگونیسم های دیگه داره شکل میگیره، جنسیت و نژاد و ملیت و اون چیزهای دیگه، اونا میشن آگاهی های کاذب. خب مشکل این پیشفرض ها احتمالا برامون الان آشکاره، ولی خب من میخوام دوباره بخشی از نقد همون کلکتیو اند نوت رو اینجا بخونم که می نویسن: از یک سو بسیاری از پرولترها عمده زندگیشان را خارج نسبت کار مزدی سرمایه گذراندند و در خانه هایشان به عنوان زن خانه‌دار کار کردند. البته بذار اینجا یه لحظه قطع کنم، در واقع کار زن خانه‌دار کار بازتولیدی محسوب میشه برای بازتولید نیروی کاری که قرار فردا صبحش بره تولید کنه و اینا، یا در واقع بهتر بگیم این کار تولید نیروی کاره. مارکس به ما میگه که نیروی کار هم کالاست، اما این کالا یه تفاوت اساسی با بقیه کالاها داره. خود مارکس وقتی سرمایه رو شروع میکنه میخواد کالا رو توضیح بده، میگه کالا در سرمایه داری ارزش استفاده داره که اونو کار انجام شده برای تولیدش رو تکین و قابل تفکیک میکنه، اما خب چون تنها تجلی ارزش تو سرمایه داری ارزش مبادله است، برای همین وقتی به این ساعت ارزش مبادله وارد میشیم و همه اون کار قابل تفکیک میشه بخشی از اون کل همگون کار اجتماعی ضروری. که خب مثلا حالا مثال کفش رو در نظر بگیریم دیگه، یه سری ماده خام داره مثل چرم و نمیدونم بند و روغن و چسب و پلاستیک و اینا، همه اینا یه کاری روشون انجام شده، ولی وقتی قرار باز با هم ترکیب بشن و کفش بشن هم یه کاری روشون انجام میشه. این کار مزدیه خرج داره، واسه همین باعث میشه که یه ارزشی به کل ارزش اون جمع چرم و بند و روغن و پلاستیک هم اضافه بشه. اینطوری خب ارزش مبادله کفش و قیمتش در میاد، یعنی در واقع اون کارگری که داره رو مواد خام کار میکنه کارش در ارزش کالای نهایی که کفش محاسبه میشه. ولی اون چیزی که مارکس درباره تولید نیروی کار، همون کار بازتولیدی توی خونه زن خانه‌دار اینا، نادیده میگیره این قسمته که این کار بازتولیدی رو در واقع نمیبینه. مارکس توی دوباره جلد اول سرمایه در مورد بازتولید نیروی کار مینویسه که زمان کار لازم برای تولید نیروی کار خود را به زمان ضروری برای تولید وسیله های امرار معاش فرو می کاهد. در واقع اینجا چه اتفاقی می افته؟ حالا مثال کفش رو بیاریم بکنیم مثال آبگوش. این کارگر قراره برای شب خونه آبگوش بخوره، نیروی کارش باز تولید بشه. این آبگوش نخود داره، گوشت داره، آب داره، پیاز داره، گاز چراغ گاز و اینا داره، هر کدومشون هم یه قیمتی دارن از روی ارزش مبادله یا بر اساس یه کار اجتماعی لازمی. اما انگار توی مارکس این نخود و گوشت و آب و پیاز و سیب زمینی و اینا با جادو جنبل تو خونه آب گوشت میشن. یعنی این وسط یک کاری وجود داره که برخلاف کار کارگر صنعتی وقتی روی این مواد خام کار میکنه انگار هیچ ارزشی بهشون اضافه نمیکنه. این کار زن خانه داره، کاری که هیچ وقت یعنی هیچ وقت به حساب نیومده، کار نادیده بدون دستمزد.
و خب خیلی هم نقش مهمی تو ترکیب بندی طبقاتی و باز تولیدش داره. در واقع اصرار جمهوری اسلامی واسه حفظ حجاب اجباری و به خونه روندن زنها رو هم باید توی همین ترکیب این اقتصاد سیاسی فهمید. حالا اون معاون رئیسی این MC خزعلی مناظره ای داشت با معاون اون روحانی معصوم ابتکار. توی اون مناظره میگفت که کار خانگی معادل ارزش 30% تولید ناخالص داخلی ایران. خب حتی این کار اگر این آمار اقراق شده هم باشه، بازم داره نشون میده که از نگاه جمهوری اسلامی این محدود کردن زنها، روندنشون به خونه، خب یه حالت اجتماعی هم وجود داره، به هر حال واسه باز تولید نظم حاکم ضروریه. خب من برگردم اون چیزی که داشتم از نوت میخوندم. پس در نقد اون سه تا پیشفرض، از یک سو بسیاری از پرولترها عمده زندگیشان را خارج نسبت کار مزدی سرمایه گذراندند و در خانه هایشان به عنوان زن خانه‌دار کار کردند. از سوی دیگر در محیط کار سرمایه از به کار گرفتن کارگرانی بهره برده که واقعا آزاد نبودند یا دست کم تماما آزاد نبودند. برده ها، بومی ها، آنهایی که اوراق شناسایی ندارند و زنان. در قرن 20 نژاد کماکان نقش مهمی داشت در تعیین اینکه چه کسی آزاد است، چه کسی کار میگیرد و به ویژه چه کسی کار خوب میگیرد. حالا همینجا اگه بریم سراغ ایران رو دقت کنیم به اعتراضای کارگر و بیکار تو جاهایی مثل اصلویه یا جاهای دیگه، میبینیم که توی ایران هم ملیت و اتنیسیته نقش مهمی دارن، چون بومی ها همیشه میگن که صنایع میان منابع اونا رو استخراج میکنن، محیط زیستشون رو ویران میکنن، اما کارگر غیر بومی میگیرن، از مرکز کارگر میارن یا پول کمتری به اونا میدن یا اونا رو استخدام نمیکنن یا میفرستنشون توی هزار توی شرکت های پیمانکاری. در مورد زنها میدونیم که نرخ بیکاری زنای جوان طبق آمار رسمی جمهوری اسلامی 2 برابر مردای جوان. خب دستمزد زنها هم که تو ایران چه هر جای دیگه ای به مراتب کمتر از مرد است. حالا من میخوام جهت رو برعکس بکنم یه ذره، برم سراغ یعنی جهت استدلال، برم سراغ این مصاحبه با کارگرای فولاد وقتی که اعتصاب کرده بودم اوایل امسال و بحث رو از اونجا ادامه بدم. ببخشید من زنگ زدم در خونه، یه لحظه باز کنم. من خیلی معذرت میخوام، ببخشید. خب بحث کارگرای فولاد، اون مصاحبهش، من دوباره این سوال و جواب رو میخونم. ازشون سوال شده که آیا می توانید برای ما کمی درباره مسئله کارگران بومی و غیر بومی در مبارزه یا در واقع تأثیر داشتن یا نداشتن مسئله ستم ملی در آن نظرتان را برای ما بنویسید؟ کارگرای فولاد اینجوری جواب میدن: در گذشته مدیران قبلی و فعلی از زمان موسوی تا یوسفی و محمدی نه تنها به اشتغال منطقه یاری نمی رساندند که بارها تلاش داشتند با حربه های قومی اختلاف میان نیروها ببرند که البته با هوشیاری ما موفق نشدند. ما حتی اجازه ندادیم اداره کار بساط شورای اسلامی راه بیاندازند. ما اینجا عرب داریم، فارس و لور داریم، ترک داریم، اما برادریم و در درجه اول فولادی و کارگر سرسخت آهنیم. همه گروه ملی هستیم، همه اهوازی و خوزستانی و ایرانی هستیم، فرقی ندارد. حتی آمدن بارها در حوزه ادارات دیگر یا مدیریت بخش ها و سرپرستان اختلاف های اینچنینی پیاده کردند، اما این فسادها به پرسنل سرایت نکرد. مشکلات شرکت ربطی به این مسائل ندارد. کارگر گروه ملی به هر زبانی میگوید زندگی در رفاه حق او و خانوادهش است. خب این پاسخ یه نکته دقیق داره که من صورتبندی انتظایی ما میخوام از اون بگم. کارگرها دارن میگن که مدیرای قبلی و فعلی، مدیریت بخشا، ادارات، سرپرستا تلاش کردن بر اساس هویت‌های غیر طبقه کارگری مثل هویت‌های ملی اختلاف بندازن. و خب خود کارگران میگن که ما عرب و لور و فارس همه کارگریم و همه زبانه داریم، حق خودمون رو فریاد میزن. یعنی اتحاد در عین جدایی ده.
اما این اتحاد در عین جدایی از دو جا داره میاد. یکی اینکه هنوز توی فولاد به عنوان یک مجتمع صنعتی این آریگویی به هویت طبقه کارگری صنعتی که قبلا گفتیم امکان وحدت بخشی رو به وجود آورده واسه کارگران، اما این امکان وحدت بخشی در خارج کارخونه و حتی داخل کارخونه ها اونجوری که ما قبلا گفتیم داره کم کم از دست میره. ولی خب حالا از نگاه سرمایه چی؟ از نگاه سرمایه، یعنی برای سرمایه همه قرار کارگر باشن در عین آنتاگونیسمایی که بینشون از نظر هویت غیر کارگری وجود داره. همزمان خود سرمایه برای اینکه امکان اتحاد طبقاتی رو بگیره سعی میکنه این آنتاگونیسم رو ایجاد بکنه همونجوری که کارگران میکنه. ولی خب به علاوه با صنعتی زدایی تقاضا برای نیروی کار هم داره رو به کاهش میره، جمعیت مازاد بیشتر میشه، ارتش ذخیره صنعتی به وجود میاد. اونجاست که هویت های غیر کارگری مهمتر میشن در این سطح ساده که ممکنه یه مدیری دوست نداشته باشه به خاطر فلان کلیشه ملیتی قومیتی نمیدونم اتنیک بیاد این یا اونو استخدام بکنه. خب حالا اجازه بدین من یه سری فکت هایی درباره نیروهای کار در جنوب ایران بگم که خب مربوط به اواخر دهه 80 اول دهه 90 که یه سری چیزهایی رو در کنار اینها به ما نشون میده. اینکه مثلا کارگرای بدون اوراق شناسنامه، کارگرایی که شهروند نیستن مثل افغانستانی ها، کارگرای بومی، بلوچ، کردینا چه اتفاقی براشون میفته و این مشاهدات کسایی که سالها اونجا با شرکت های پیمانکاری مختلف کار کرده، تحقیق خودش هم ترکیب بندی طبقه کارگر. مثلا در مورد کارخونه زوبروی قشم، توی کارخونه زوبروی قشم 3150 تا کارگر اون موقع وجود داشته، 150 تاشون بلوچ بودن. هیچ کدوم از این کارگرای بلوچ کارگرای پای دستگاه نبودن، یه اقلیتشون رو جلوی کوره های 2500 درجه گذاشتن، یه سریشون سری خاک خالی میکردن و بخش اعظمشون در بخش نظافت کار میکردن. همین اتفاق توی عسلویه میافته، یعنی نیروی خدماتی نظافتی بلوچه، کسایی که فارسی هم نمیتونن حرف بزنن، حتی وقتی میبرنشون تو آشپزخونه هم آشپزی رو بهشون نمیدن، نظافت آشپزخونه رو بهشون میدن. اینا کمترین حقوق رو میگیرن، حتی اگه توی خط تولید بودن بعد مثلا میومدن خط تولید رو تمیز میکردن، مثل همین خاک برداری توی کارخونه زوبروی قشم. توی عسلویه موضوع یه ذره غیر از بلوچ و اینا یه تفاوت های دیگه ای میکنه. مثلا بستگی به این داره که پیمانکار کجایی باشه. خب مثلا یه بخش زیادی از پیمانکارها توی اونجا پیمانکار شرکت هایی هن که مثلا بخش لورای بختیاری این شرکت پیمانکاری رو ران میکنن. خب اونها کارگرای لو رو استخدام میکنن، ولی اگر یه سری کارگرای دیگه ای که تکنیسیان هایی که مثلا از شیراز و تهران و گیلان و اینا قبلا اومدن، اینا یه سری شرکت های پیمانکاری میزنن، ولی اینها که از مرکز میان اینا کارگرای اقلیت های ملی و اینها رو خیلی کمتر استخدام میکنن. و دلیلشون چیه؟ دلیلشون اینه که یعنی حاضرن که در واقع همه نیروهاشون رو از تهران و عراق و اینجاها بیارن یا خرم‌آباد، ولی کارگر بومی استخدام نکنن، چون که برای اونا استخدام کارگرای بومی باعث میشه که اینا برای یه رابطه هم دارن، یه رابطه کامیونالی به خاطر زندگی کردن که اون محل دارن، ممکنه شورش بکنن، ممکنه اعتصاب بکنن، واسه همین هزینه رفت و برگشت کارگرایی که از مرکز میادم میدن که کارگرای بومی رو استخدام نکنن. در مورد پروژه های استخراج توی قشم مثلا، چون کارگرای فنی بومی خیلی کمن، کارگرای غیر بومی رو میارن و مثلا توی قشم
خود مردم بیشترشون یا شوتیگری میکنن یا جابجایی بار میکنن یا مسافرکشی میکنن یا همین شرکت های حمل و نقل درست میکنن واسه جابجا کردن آدمایی که این شرکت ها از مرکز میارن. در مورد کارگرای ساختمانی که خب ما میگیم آمار حوادث کار بین 42% تا 50 و خورده درصد مربوط فقط به این بخش، به بخش کارگرای ساختمون. خب اینا و یه بخش خیلی زیادشون کارگرای افغانستانی هم. یا کارگرای ترک یا کارگرای کرد که خیلی دچار این حادثه ها میشن. در مورد مثلا چه میدونم کارگرای توی بندر توی حالا جنوب، خیلی از کارگرایی که بار حمل میکنن کردن، حتی اگر توی کارخونه دارن کار میکنن، کارگرایی که توی کارخونه بار سنگین رو خالی میکنن کردن. این داره نشون میده به ما که این هویت های غیر طبق کارگری اینا تأثیر اقتصاد سیاسی دارن توی ترکیب بندی طبقه کارگر، و این داره نشون میده که چجوری ما شغل خوب، درآمد خوب، ریکاگنیشن و اینها بر این اساس متفاوت میشه. ولی خب همه این حرفها اصلا به معنی این نیست که ما باید طبقه رو نادیده بگیریم. در واقع به معنی اینه که ما داریم وقتی از منافع طبقاتی حرف میزنیم بدونیم که این تفاوت‌ها، شکاف‌های درونی که بر اساس خطوط نژاد و جنسیت داخل طبقه انجام میشه، این تقسیم کردن و قطعه وار کردن نیروی کار مولد بخشی از سازوکار عمومی کاپیتالیسم چه توی جهان و چه توی ایران، و فقط تنها با به رسمیت شناختن این واقعیتی که ما میتونیم یه همبستگی ورای این قطعه‌وارگی تحمیل شده بر جامعه رو محقق بکنیم. و مثلا قیام ژینا در واقع یه فرصت خیلی خوبیه واسه اینکه ما بدونیم این همبستگی ها چجوری میشه انجام بشه. حالا مسیر به هر حال این مکانیزمای سرمایه‌داری که حالا بیشتر هم سرمایه‌داری متأخر که به قطعه وار کردن و تقسیم بندی نیروی مولد و باز تولیدی انجامیده، همون مسیریه که ما از دلش باید بتونیم بالقوگی این همبستگی رو تشخیص بدیم. خب حالا این قطعه وارگی چجوری اتفاق میافته؟ دو تا مکانیزم وجود داره. یکی مکانیزم طرد و تقسیم بندی کلان سیستمیه که همونجوری که گفتیم جنسیت و سکسوالیته، نژاد، اتنیسیته، طبقه، یعنی هویت های طبقاتی و غیر طبقاتی بر این اساس قطعه واره میشه. یک مکانیسم دیگه مکانیسم تقسیم بندی خردیه که از خلال شکلهای جدید قرارداد، کارهای متزلزل و موقت، بهره کشی های نوظهور تو بخش خدمات و فضای آنلاین، برون سپاری پیمانکاری و تکثیر کارفرماها، این ایدئولوژی های انعطاف پذیری و نوآوری و کارآفرینی و اینا باعثش میشن. این دو مکانیزم هر دوتاشون یه سری سلسله مراتب و در نتیجه یه سری حاشیه ها و جمعیت های مازاد خودشون رو تولید میکنن. شکاف هایی که این مکانیزم های سیستمی توی دل نیروی مولد و بازتولیدی جامعه میندازن، از یک سو هم واسه مدیریت انتزاعی بهتره و هم برای جلوگیری از شکل گرفتن هر گونه اتحاد و همبستگی ورای این تقسیم بندی ها، همون چیزی که کارگرای فولاد داشتن میگفتن که هی سعی میکنن این اختلاف ها رو بندازن، همون چیزی که این فکتایی که من در مورد حالا مثلا جنوب ایران اصلی و قشمینا گفتم دارن گواه اونم. خب این اعتراضایی که توی خوزستان در قیام تشنگان افتاد، اعتراضایی که توی کردستان و بلوچستان توی قیام ژینا افتاد، اینا باید بتونه ما رو نسبت به مکانیزمای دسته اول، اون مکانیزمای کلان، این جنسیت و سکسوالیته، نژاد و قومیت، نمیدونم اتنیسیته، اینا آگاه بکنه. و
اگر ما برگردیم یه نگاهی هم بکنیم به اون اعتصاب فراگیر کارگرای پروژه شرکت نفت که 3 سال پیش بود 1400، اون میتونه ما رو نسبت به اون مکانیزمای قطعه وار کردن و تکه پاره کردن نوع دوم، اون مکانیزمای میکرو بر اساس تکثیر در واقع بی ثباتی و شکل دادن یک هزار تا از شرکت های پیمانکاری که میتونن هی مسئولیت از خودشون رفع بکنن و اینها میتونن ما رو نسبت به اون آگاه بکنن. خب اون اعتصاب کارگرای نفت و پیمانکاری که 1400 بود، اگه یادتون باشه یک بیانیه هم خانواده های آبان دادن و توش نوشتن که اکنون کارگران امتداد صدای آبان شدند. این صدای همه ماست، همانها که در آبان 98 در کنار یکدیگر در خیابانها برای حقمان فریاد زدیم. اگرچه در آبان صدای حق خواهی ما را با گلوله پاسخ دادند، اما صدای حق خاموش شدنی نیست. اکنون این فریادها را در اعتصاب کارگران میشنویم. ما خانواده های آبان از اعتصابات سراسری حمایت میکنیم، چرا که به سرنوشت مشترکمان آگاهیم. در واقع پیوند خوردن آبان که یک گستره ای از شورش های شهری بود و در واقع توی مثلا حیطه بازتولید در اتفاق میفته، با این اعتصاب فراگیر کارگرای پیمانی نفت که خب یک جاهایی کارگرای رسمی هم ازشون حمایت کردن، نشون میده که اینا همه چیز به هم گره خورده. اون آبان و چه آبان چه دی، همیشه اعتراض از حاشیه شروع میشد، یعنی از حاشیه میومد خودش رو بر مرکز تحمیل میکرد، از هویت‌های اقلیت‌های ملی تا این هویت طبق کارگری توی صنعت نفت. ما میتونیم این پیوندها رو ببینیم. اینجاست که این امکانهای همبستگی با آری گفتن اتفاقا به دیدن این تمایزایی که گاه ما به عنوان سیاست و هویت میخوایم نقدشون بکنیم، اتفاقا اینجوریه که میتونیم بفهمیم. اینجاست که ما میفهمیم که خیلی وقتا اون چیزی که ما داریم میگیم سیاست و هویت، اتفاقا شاید اقتصاد سیاسی باشه و نه اون سیاست هویتی که حالا قراره یک هویت صلبی بسازه و به ناسیونالیسم خط بشه و اینا. یه چیز دیگه ای که در مورد اون اعتصاب عمومی توی 1400، اعتصاب عمومی کارگر یعنی صنعت نفت و پتروشیمی مهم بود، اون راستایی بود که این اعتصاب توش توسعه پیدا کرد. اعتصاب از در واقع دونپایه ترین، از بی ثبات ترین کارگرا که قراردادهای موقتی، حتی قراردادهای 0 ساعتی داشتن که بهشون گفتن کارگرای پروژه‌ای، از اونا شروع شد و بعد رسید تا اونجا که کارگرایی که به صورت رسمی استخدام شرکت نفت بودن بهش بپیوندن. ولی این سلسله مراتبی که الان بین این کارگرایی که من گفتم وجود داشت، این همون سلسله مراتبیه که اتفاقا روند پرولتر زدایی و روند صنعتی زدایی توی صنعت نفت ایران بهش دامن زد. چون که خب ما میدونیم به هر حال اعتصاب کارگرای صنعت نفت اهمیت خیلی زیادی داشت توی سقوط رژیم پهلوی توی 57 و واسه همین در واقع سرمایه داری ایران دوره جمهوری اسلامی داشت سعی میکرد که امکان این اعتصاب، امکان این اتحاد رو از بین ببره. خب واسه همین چه تاکتیک هایی اتخاذ کردن؟ اولا داشت که کارگرای یقه آبی رو اینا شروع کردن بکنن کارگرای یقه سفید، یعنی در واقع کارگر رو بدل بکنن به کارمند. این اولین کاری بود که کردن، کارگرها رو شروع کردن بدل بکنن به کارمند. کارگر حق اعتصاب داره، حق تشکل داره، فلان داره، کارمند هیچ کدوم از اینا رو نداره، یعنی مزایا و چیزای دیگه ای داره ولی نسبت، ولی این چیزا رو نداره. و با این حال یه عالم از اون کارگر یقابی اومدن بهشون گفتن که اوکی شما میتونین بیاین استخدام بشین ولی حقوقتون اینه، نمیدونم
مزایاتون اینا و اینا نسبت به کارمندای رسمی که داشتن به مراتب حقوق کمتری بخواستن بهشون بدن. گزینه دومی که جلوشون گذاشتن چی بود؟ اینکه بیاین این پکیج مزایای پایان خدمت نمیدونم یه عالم پول حالا اون زمان رو بگیرین و کلا برید. و خب بخش زیادی از کارگرها که مواجه شده بودن با این دستمزدهای اندک اون پول زیاد رو انتخاب کردن و اصلا از جریان خارج شدن، یعنی رفتن. و اتفاق دیگه که تو صنعت نفت افتاد چی بود؟ اینکه 1000 تویی از شرکت پیمانکاری تشکیل دادن. شرکت پیمانکاری که فلان کار رو میکنه که خودش با یک شرکت پیمانکاری دیگه قرارداد بسته که یه ذره بزرگتره، که اون شرکت پیمانکاری بزرگتر خودش باز با یک شرکت پیمانکاری دیگه قرار، خلاصه 1000 تویی از شرکت پیمانکاری تأسیس شد. وقتی که اینا کارگر پروژه میگرفتن، کارگر به شرکت کارگر که اعتراض میکرد میرفت نمیدونم جلوی وزارت کار یا میرفت جلوی فرمانداری یا میرفت فلانجا، وزارت کار و نمیدونم شهرداری و خود شرکت نفت و فلان اینا میگفت این مسئولیتش با ما نیست، این مسئولیتش با اون پیمانکار اولی است. حالا پیمانکار اولی اعلام ورشکستگی میکرد، مسئولیت میافتاد به پیمانکار دومی که بزرگتر. پیمانکار دومی قبول نمیکرد، میگفت نه به ما چه. یعنی اومدم باز دوباره یک کاری کردم که امکان انسجام از بین بره. یک اتفاق دیگه ای که افتاد، قراردادها خیلی با هم فرق داشتن. یه جاهایی شما یه سری قراردادهایی داشتین که مثلا این شرکت پیمانکاری میداد خیلی قرارداد خوبی بود، اون شرکت پیمانکاری اون قرارداد شرکت پیمانکاری دیگه یه قرارداد بد میداد یه شرکتی اینا همه کارگرها باعث شد که اصلا با اینکه همشون انگار دارن یه جا کار میکنن منافع طبقاتی متفاوتی پیدا کنن. کارگرای فنی ارکان ثالث وقتی که مطالبه حداقل مزد مثلا 12 میلیون یا 15 میلیون بود، بعضیاشون 25 میلیون حقوق میگرفتن. خب اون کارگر ارکان ثالثی و اون کارگری که تازه میخواد حقوقش رو از 6-7 میلیون برسونه به 15 میلیون، این اتحاد طبقاتیشون دشوار میشد. و خب در کنار همه اینا بیاید اینو در نظر بگیریم که شرکت های پیمانکاری های فرودست، کارهای نظافتی، کارهای خدماتی میرفت سراغ مثلا کارگرای که از این اقلیت ملی بودن یا از اون اقلیت ملی بودن، و بعد کارگرایی که تو شرکت های پیمانکاری بهتر یا استخدام رسمی می شدن کارگرایی بودن که از مرکز می اومدن، از نقاط مرکزی می اومدن. یعنی دوباره اینجا باز اون آنتاگونیسم هویت غیر طبق کارگری یک تأثیر به سزا داشت. در مورد زنها همینطور، توی استخدام شرکت نفت یک اقلیتی از زنها وجود دارن، ولی همون زنها در بقیه جاها خب میرفتن کارهای نظافتی، کارهای خدماتی مثل آشپزی و اینها، کارهایی که به شدت هم متزلزل ترن هم حقوقشون کم ترن. این هم باز دوباره آنتاگونیسم جنسیت و سوپر ایمپوز در واقع می آورد، منتقل می کرد به این اقتصاد سیاسی اینا. حتی یه جاهایی شما با کارگرای بومی و اینا میشنیدین که این کارگرها میگفتن با ما قرارداد شفاهی بستن، یعنی حتی یه برگ کاغذ هم بهشون نمیدادن که اینا قرارداد حتی چه میدونم 0 ساعتی موقتی داشته باشن و اینا. خب این پس در واقع اون قسمت قطعه وارگی حالا بر اساس هویت ها، هویت غیر طبق کارگری اینجوری گره خورد به اون مکانیزم های قطعه وارگی بی ثبات سازی و اینها. حالا تو شرایطی که ما داریم میگیم 95% نیروی کار ایران بی ثباته و میدونیم که این استراتژی سرمایه است برای اینکه نیروهای تولیدی و بازتولیدی نتونن متحد بشن،
و از اون ور دیگه میبینیم که زنها مثلا همین آمارایی که اون اول دادم یا اون فکتایی که در مورد کارگرای بلوچ و کرد و اینا دادم، زنها اقلیتهای ملی بر اساس، یا افغانستانیا که اوراق شناسایی ندارن یا خیلی از بلوچا که ندارن، بر اساس این داره بهشون تبعیض و ستم میشه. همه اینا دشمن مشترکشون در واقع سرمایه داریه، همه اینا دشمن مشترکشون فرایندهای قطعه وار کردن نیروی تولیدی و باز تولیدی سرمایه داریه. و از دل این دشمن مشترک ما میتونیم بالقوه به یک شکلی از این اتحاد فکر بکنیم. از اون ور در نظر بگیرین از چشم سرمایه کارگرایی که قطعه واره شدن یونیتی این سپریشن دارن، اتحاد در این جدایی دارن، چون همهشون قراره با سرمایه ارزش افزایی بکنن. یه سریشون هم یه فرآیندهایی هم که سرمایه سری رو جمعیت مازاد میکنه و ترد میکنه و اینا، که هیچ ارزشی براش ندارن. ولی در نهایت از چشم سرمایه هم اینا همه قرار یونیتی این سپریشن باشه. حالا مسئله مهم اینه که از طرف طبقه کارگر و نیروهای تولیدی باز تولیدی که فقط منحصر نمیشن به کارگر صنعتی، بلکه بیکارا، به حاشیه رونده شده ها، زنها، دانشجوها، اقلیت‌های ملی اینا رو در بر میگیرن، اونا چجوری میتونن این یونیتی این سپریشنشون رو پیدا بکنن در حالی که سرمایه با قطعه وار کردن اونا باعث شده که اینا منافع طبقاتی مختلفی پیدا بکنن. خب من فکر میکنم که این اتفاق، این انسجام نیروی تولیدی باز تولیدی توی ایران، یه جاهایی ما یک لمحه هایی در واقع ازش دیدیم. همون موقعی که کارگرای نفتی و کارگرای پیمانی نفت اعتصاب کردن، یه عالم ما بیانیه از طرف اتحادیه‌های مختلف کارگری دیگه، کارگرای بی ثبات دیگه، کامیوندارا، بازنشسته ها، فیمینیستا، جنبش زنان، معلما، پرستارا، بخشایی که هیچ کدوم خب طبقه کارگر صنعتی نیستن، همه اینها از اون اعتصاب حمایت کردن. خانواده های آبان رو دیدیم، همه اونها از این اعتصاب حمایت کردن. یعنی در واقع ما نماینده های جمعیت های مازاد، نماینده های از شکلای کارمندی مثل معلم، پرستار، که هی دارن فقیرتر و فقیرتر میشن، نماینده هایی از مثلا چه میدونم خورده برجوازی مثلا کامیوندارا فلان، اینا خب اعلام اتحاد کردن. و قبل از اون از یک می در واقع 96 ما داشتیم میدیدیم که این اعلام حمایت، این ائتلاف میتونه مابعضای واقعی توی، حالا تا حدی توی خیابون پیدا بکنه. توی یک می 96 که توی دیش اون جنبش علیه حجاب اجباری زنان خیابان انقلاب همزمان شد با جنبش فرودستان دی 96، شورش فرودستان، توی یک می 96 فراخوانا به شرکت توی اعتراضای روز جهانی کارگر از سوی طیف وسیعی از نیروهای اجتماعی مولد و باز تولیدگر صادر شد. کارگرا، فیمینیستا، معلم و پرستارا، کامیوندارا، بازنشسته ها، دانشجوها، همه اینا برای شرکت توی تظاهرات یک می فراخوان دادن. همین اتحاد طبقاتی اجتماعی رو ما به هر حال تو ژینا شاهد بودیم و حتی توی اون قالب منشور مشترک 20 تشکل از مطالبات حداقلی، حالا فارغ از تمام نقدایی که به اونه، ولی اونم تجلی بود از این امکان همبستگی در عین جدایی منافع طبقاتی و امکان همبستگی و امکان ادغام کردن، امکان به رسمیت شناختن هویت‌های غیر طبقه کارگری در یک سوژه جمعی جدید، در واقع در یک بازتعریف جدیدی از پرولتاریا. اگه ما پرولتاریا توی نظریه دگرگونی مارکسیستی اون سوژه جمعیه،
اون موقع اون برای پرولتاریای صنعتی بود و کارگرای صنعتی. حالا ما باید اون سوژه جمعی رو باز تعریف بکنیم، ما باید بتونیم اونا نماینده طیف وسیعی از نیروهای تولیدی و باز تولیدی با شکلهای گوناگون تزلزل کاری و تزلزل وجودی بکنیم که حتی شکلهای مبارزه طبقاتیش هم حتی این فرم میشه از شکلهای مبارزه اون هویت‌های غیر کارگری، شکلهای مبارزه اقلیت‌های ملی، شکلهای مبارزه فیمینیستی و زنانه. استراتژیایی مثل اعتصاب فیمینیستی تو آمریکای لاتین فقط واسه زنان نیست، در واقع یک استراتژی و تاکتیک مبارزه طبقاتیه و اسمش هست اعتصاب فیمینیستی. خب برای همین من حالا دیگه الان تمومش میکنم، تأکید بر به رسمیت شناختن این شکاف و مکانیزم ها، تأکید بر بازشناسی به حاشیه روندن این یا اون گروه ملی و اتنیکی و جنسیتی توی ایران، این سیاست هویت نیست، این از قضا گام اول برای ایجاد همبستگی در مقابله با سیستمیه که میخواد این شکاف ها و تقسیم بندی ها پا بر جا بمونن. این کار ضرری برای همبستگی نداره، این کار ضرورت همبستگیه، در واقع شرط لازم همبستگی. همین دیگه، ممنونم، من اینجا تموم میکنم.